Пингулила, бульбуль банула, ворон ужола, омада збагор. Пингулила, бульбуль банула, ворон ужола, омада збагор. Руру и сабза, монозу гамза, равон фируза, омада збагор. Руру и сабза, монозу гамза, равон фируза. Омадас бахор, бонах маито, богулу гулзор, бобу инигор. Омадас бахор, бонах маито, богулу гулзор, бобу инигор. Ошиқи сарсон, омад аз баҳор, бинабри гирён, лолаи ҳайрон, ошиқи сарсон, омад аз баҳор, сабза дамида, зебо рақсида, гулҳо руида, омад аз баҳор, сабза дамида, зебо рақсида, гулҳо руида, омад аз баҳор, омад аз баҳор. بهار چی فصلی مبارک است، آغاز چی یک پرجوش و پرتغیان طبیعت و ابتدای بیداری موجودات عالم در وصف بهار. و باز چی گفتنی های است، سرچشمه عشق و زیبایی، مهر و وفا، صدق و صفای عالمیان، زین عروس سال است. واقعا بهار آرایش عجیب دارد، طبیعت گویا قبای ارژنگ به بر کرده باشد، مرغان سما گویا زی قفس صد ساله های اسیری بیرون جسته باشند، بی قرار و نغمه سرایند. باز بهار بر دیار نازنین ما آمده و همه جا را سرسبز و خرم گردانیده است. قدوم مبارک بهار خجسته بادا. در این ایام ما نوروز عجم را جشن میگیریم. نوروز همچون جشن آغاز حیات نو، جشن زیبایی طبیعت و انسان، جشن دوستی و برادری در شهر و ناحیه های مملکت، از جمله در شهر نارک با آمادگی پیشکی، با برگزاری تمام سنت و مراسم هایش با تنتنه و با شکوه و شهامت تجلیل می شود. مردم مهنت قرین دیار با آمد آمد نوروز برای کشت و کاری بهاری، نیحال شنانی، از جمله گل و بوته ها، کار کرد و تازه نمودن باغ ها توری جدی می بینند، با پاکاری مشغول می شوند. آنها خانه و در، گرد و اطراف حوالی خود، کوچه و جوی و زهبرها را تازه و آزاده می کنند. تجلیل نوروز با رعایت سنت ها و مراسم هایش، با آراستن خون هفتسین و هفشین، جفت براران، خانه براران، سیر نوروزی، به طور علاهیده و یا یک جای پختن سمنک، دیگر خوراکوی ملی خاصی بهار و نوروز، نمایش هنرهای دستی، دستاوردهای مهنتی، بازیهای گوناگونی ورزشی با مانند گوشتین، دستخوابونی، بندکشی، وزنبرداری و دیگر و دیگرها با رقص و سرود قریب با هم مانند برگزار کرده می شوند. واقعا نوروز
نه تنها آغاز کاری مرد دهقان، بلکه شروع گردیدن همه گونه تشبث‌های سازنده به خاطر باز هم آباد و پیشرفت گردانیدن سرزمین اجدادی می باشد. هنرهای مردمی در انسان ذوق بدیعی را تشکل داده، تحمل و تازه‌کاری را تربیه می نمایند و دنیای باطنی شخص را غنی می گردانند. در زمان ما هنرهایی که زمان فراموش شده بودند احیا گردیدن، ارزش محصولات دستی نسبت به مالهای عمومی می افزاید. هنرهای خلقی بهترین و خالص‌ترین انواع صنعت بوده، همیشه به حیات انسان علاقمندند. آنها حس زیبایی پرستی خلق را تجسم می کنند. گذشته از این نه فقط ایجاد اثرهای صنعت، بلکه دستان هنرمندان خلق که ایجادکاران زیبایی هستند نشان کمالات و عالی همتی می باشد. در این سمت تا حال مسئله و معماهایی هستند که اهمیت مخصوص را تقاضا دارند. تطبیق دستاوردهای علمی و عملی، ادامه عنعنه‌های ملی، نظرداشت عرف و عادت‌ها، آموزش تأثیر رویه‌های گوناگون صنعت و طرز آرایش مصنوعات، نوع تربیه مهنتی و هنر آموزی دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی عالی کشور خوبتر به نظر می‌رسد. در فیلیال کارخانه واحد دولتی مرکزی کسب آموزی شهر دوشنبه در شهر نورک، هنرهای مردمی از قبیل زردوزی، دوزندگی، گلدوزی، پاپوری و قراخدوزی را استادان چیره‌دست به خواهشمندان می‌آموزانند. در ایام جشن نوروز گلدختران جمع آمده لباس‌های ملی از قبیل پیراهن‌های چکان و اطلس می‌دوزند. انکشاف حس زیبایی پرستی انسان را در بازیافت‌های بستان‌شناسان با مانند کتاب و دستخط‌های نادر و مصاویره‌ها که در آنها فرهنگ و هنر معماری و رسامی همچنین خصوصیت‌های رنگین معیشی مردمی دوره‌های قدیم انعکاس یافتند پیگیری می‌توان کرد. جامعه دوره‌های گوناگون رویه‌های خاص را به ساحه‌های مختلف صنعت و هنر به میراث گذاشت که در هر یک طرز زندگی مردم تجسم یافته است. مشاهده ها ثابت می نمایند که در وقت حکمرانی یگان جریان تأثیر آن در آرایش اشیا، نمونه های هنر معماری، سر و لباس، جهاز منزل امری واقعی است. در اینجا از آثارخانه دوستی خلقهای شهر نورک دیده نمودیم. دقت ما را بیشتر گوشه هنرهای مردمی به خود جلب نمود. در دایره رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در آثارخانه به نام دوستی خلقهای شهر نورک گوشه هنرمندها تشکیل کرده شد که محصول دست هنرمندهای چهره دست نورک شهر می باشد. از آن جمله در اینجا هنرهای مردمی بافندگی، زردوزی، قراغدوزی ها، گلدوزی ها، سوزنی ها می باشد که این همه هنرهای دسترنج تاجیک زنهای نورک شهر می باشد که از دسترنج خود در همین آثارخانه گوشه تشکیل کرده شده است. در واقع محصول دستان هنرمندان شهر نورک این گوشه آثارخانه را زیبا را داده است، بخصوص انا همین ارمغان هایی که همه از چوبکدو تیار شده اند. گلدوزی اصلاً شغل خانگی بوده، برای آرایش سر و لباس، استقامتگاه، جهاز خانه، اشیای شخصی و دیگر وسایل زندگی استفاده می شود. اسباب و آلات اساسی گلدوزی سوزن، چنگک، درفش، انگشت پونه می باشد. ماموگل دولتوه ساکن شهر نورک سالیان زیاد
با هنر گلدوزی میونی مردم محبت خاصه پیدا نموده است. در روزهای عید نوروز دختران و همسایگانش را گرد خود خوانده مشغول کار می شوند و گاه دایره را گرفته با سرودهای خود قلب نزدیکان را شاد می گرداند. کارهای مردمی ده هستم. یگان همسایه می یاد دادم. یگان فرزندام همشه یاد دادگی هم می تونم. خیلی خودم همه کارها ده اشتراک می کنم. نکه خیلی ده احنا کده بدم. من همه رفیده را می تونم. این یک خراق می تونم. گلدوزی را. ای سالای 94-95 با همه هنر مشغولم. دختران بسیارتر. همش هنر دارن می تونم. می کنم. من همه هنره را از بیبی هم مادرم یاد گرفتم. بیبی من همی خیلی دوز بود. مادرم همی خیلی گلدوز بود. میگویند که هنر به انسان همنان میدهد و همنان. ماماگل دولتوا با این هنر خیش در چندین آزمون ها اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال کرده است. با یگان مهمان، با یگان همسایه، با یگان دخترکه که توی میکند، من محصولات دست خودم را تحفه میکنم. مهمانی رفتم، اما کرپه کلان، یگان چیزی کلان پدرکه میبرم. در توی معرکه ها تحفه میبرم. برای جشن نوروز همه تبریک میکنم. من گفتنی هستم که به زنهای خانشی همه هنرها را یاد گیرن، پیش برن. در همه دولت تینج و آسایش ما نوروز پرفیض بربرکت شود. همه تاجیکستان همیشه خرسن باشه، سربلند باشه، همیشه لبخند باشه. آمدن فصل بهار لب زمین خندان می شود و غنچه وا می کند. دشت و دمن گل پوش می شود. گیاه ها از خاک برون سر می آورند. از این همه زیبایی ها زنهای ده الهام گرفته و با آمدن آمدن خوراک های نوروزی مشغول می شوند. اگر دقیق تر اندیشه رانیم، هستی انسان رو به نان تصور کردن نشاید. از این رو نان بی‌بهاترین ثروت حیات مادی انسان است و قدر و منزلت آن در ردیف ثروت های مقدس معنوی قرار دارد. بانوان این محل یک جا جمع آمده، نان های کلانی گرده، چپاتی، کلچه و بعضی دیگری نمودی نانها را به طور خود آرو دادند. ما در فصل بهار در عیدهای نوروزی
کلچه پاتی میکنیم، کلچه کلون، نانهای گردچه میکنیم، کلچه مایده میپزیم، خمیری چپاتی، نمک، آب گرمتر میگیریم، خمیری ملایی میشوریم، کلچه کلون رو نمک، آب، روغن میندازیم، کمتر سختر میشوریم، نیم ساعت تیار میشود، میرسد و روزوالا میگیریم، بعد گل میمونیم، بعد در چکدان میبندیم، چپاتی تستر تیار میشود، خمیری ملایمه تستر تیار میشود. کلچه مایده هم مثل کلچه کلون تیار میشود. آشی توپه میکنیم، دلده، سمنک میکنیم، تحمل میکسم، بوسه، آرزق، همه خوراکهای ملی میپزیم. نان معجزه حیات آفرین و قوت دهنده و والا مقام است. از استعمال یک پاره نان در دل قوت و مدار و هستی و متانت حاصل میگردد. پس به واسطه میتوان نان را معجزه حیات بخش نامید. به استفاده از این معجزه بزرگ حیات برای انسان غیر امکان است. جای آن را یگان هستی، یگان قیمت نادر عوض کرده نمیتواند. ما یارا کلچه فطیر خمیر میبین. فطیر خمیر مانند هم کلچه کلان میشوریم شه، کمتر مایده چه میکنیمش تیار میشوه. برای اید که هست هر نمود کلچه ها گل میمونیم، هر نمود میکنیم. شکری ایدانه دیگر تر با آرو میدهیم. وقتی که روغن کنیم کلچه خوش رو روشن مینماید. روغن صاف باشد. اجدادان ما هزار ساله ها اینجانب نان را از همه نعمت ها بالاتر می گذاشتند. هر یک ریزه آن را چون گوهرک چشم احتیاط می کردند، عزیز و معتبر می دانستند. در ارزش از سیم و زر، گوهر و یاقوت و لعل و مرجان قیمت تر گذاشتند و هر یک ریزه آن را از زمین برداشته بوسه کنان به چشم می مالیدند که این عرف و عادت نیاگانمان از نسل به نسل تا به امروز آمده است. ما شهری توریزم است، شهری آباد زیبا. در نارک ما حاضر ساختمان های بسیار افتسته است. تاومهای نوروزی از قبیل قروتاب و شکراب، دلده، آشی توپه، آشی بوریده، دنگیچه، گندم کوچه و دیگر نو است که در اکثر منطقه‌های کشور آنها را آماده می‌سازند. بانوان شهر نارنگ نیز با آماده نمودن خوراکوی زیادی نوروزی مهارت خاصه نشان دادند. تیار نمودن آشی بوریده در جشن نوروز بنانه در آمده است. در بعضی منطقه ها آشی توپه آماده می‌کنند. در عرفه ایلی نوروز خوراکای ملی آش توپه، تحمل، آرزوق، سمبوسه، دالده، همین چهار رو میپوزیم. این حال ما در حاضر آش بریده استاده ایم. در همین خمیر آش توپه ما آرد، نمک، یک دونه توپ استفاده میبریم. زباله ما در تخمینا 10-15 مینوت میستد، بعد ما این رو بریده در دک خیم نیم ساعت زیادتر میکشم. ما زنها دسته دسته شده در خانه هایمون، در به همون ما یک جایش جمع میکشیم، داده میکنیم، آش بریده میکنیم، با گودک هایمون، با فرزند هایمون نشسته خی با خرسانی شدی جشن میگیریم. در این نوروز این بابای دهقان در زمین ها دانای ما کشتیم، دانای کدو، از این جمله دانای گندم چاشیدیم، کدو، لوبیا، گشنیج، پیاز، همین چیا رو ما در زمین های خودمون کاشتیم. ایدی نوروز، ایدی کودکان، ایدی خورسندی. اینچنین در بعضی مناطق دلده بالفوی بهاری تیار شده رو نیز واخوردن ممکن است.
اینچونین آشی توپا یا آشی بوریده یا اتالانیز میگویند. اتالین است که اساساً از نسک و علفهای بهاری تیار میشود. دلده، بشیر، گندم و غیر از خوراکهای معمولی نوروزی میباشند. در عرفه نوروز شخصی کلانسولی دهه و یا موی سفید روزگار دیده و دهقان دعای نیک داده و کشتکار بهاری آغاز میبخشد. از زیبایی های بهار و نوروز عجم شاعران، نویسندگان، ایجادکاران به الهام آمده بهار و نوروز را در شعر و سخن وصف میکنند. تیار نمودن آش بوریده در جشن نوروز به عنعنه درآمده است که در بعضی منطقه آش توپا و در بعضی دیگرشان آش بوریده و یا اوگرا نام میبرند. غیر از این بانوان این منطقه فطیری ورقی آماده ساختند که این نوی نان نیز طعم لذیذ دارد. آش توپا را اول آب را نندازیم، بعد یک سری جوش آمد، بعد چی میکنیم؟ علف یا که لوبی دانگی را نندازیم، یک کم تر میپزد، کدو، این همه ایار را ما در چیز در بانک ها تیار کردگیم برای زمستانه، از همه استفاده میبریم. نمی یک سر میجوشد این اوقاتی تیار کردگیم، در ظرف ها چی کردگی گریشتگیم، همین را میندازیم، سریع جوش آمد، میگیریم، آش توپا را میندازیم، میکشیم. نوروز خوراکای به خود خاص را دارست. خوراکی دیگری نوروزی این دلده میباشد و در بعضی منطقه ها اون را با نام های گندم کوچک، یرمه یا بوچ نام میبرند. دلده را اساساً با گندم و دیگر دانگی های کوفته شده و گوشت و یا کلاپاچه گاو یا گوسفند تیار میکنند. دلده ما از دانگی ها، لوبیا، نخود، گندم، نسک، مش، همینا را همش یک جای کرده گندم را اول میکتانیم، بعد در آب گندم را کم تر میجوشانیم، بعد که گندم نیم تیار شد و دیگر لوبیا و نخودی اینا را همراه میکنیم، بعد میپزد دلده ما با مزه میاد. بعد شود علف های بهاری باشد، از جمله اوگرا چچر میگیم، ای همو علف ها ریزه کرده در دردمان همراه میکنیم. بانوان شهر نورک این نوینان را تخمال نام میبرند، در بعضی منطقه های دیگر باشد آن با نام قلمال و یا قلمه. معمول است که در دیگ و با کمی روغن پخته می شود. تحمیل را خمیر شو می شوریم، یک کم تر رو می گیرد، قریب نمی رسد اوقعی رو می گیرد، نمرست می گیریم، زواله می کنیم، بعد تنق می کنیم و یا روغن چی می کنیم؟ چر می کنیم، قط کرده هر یک ورقی و روغن کرده چی می کنیم؟ در ظرفای نمی چی می گیریم، بعد تاوره الوش را گیرون میکنیم، تاوه را تصفان میکنیم، بعد خمیرش را تنگ کرده، بعد خواسته الوش را سستر میکنیم که همین خاموله نمیریم. اول این همین را تا دادم، مثال همه طرفش یک خیل سرخ میکنیم، بعد گشته را که بعد رو میگردونیم، بعد آیسته تا داده همش را سرخ میکنیم، بعد میگیریم. شکراب نیز یکی از طعام‌های معمول تاجیکان است که در روزهای عید نوروز و بهار به عنوان زیاد آن را آماده می‌کنند. شکراب را بسیارتر ما با آردی گندمین چی می‌کنیم که با مزه‌تر با هم ملایم‌تر می‌پزیم فطیر را، بعد فطیر را ریزه می‌کنیم، با چکه می‌گیریم، بعد سالاد تیار می‌کنیم. همه همین مردم را با این جشن نوروز تبریک مبارک باد گفته، به همه اینها سلامتی، عمری دراز آرزومندی.
اصلا در بهاران از گیاهوی شفابخش بهاری و گوشت و کدو، کدبانوها سمبوسه‌های بالذت پخته روی خانی نوروزی می‌گذارند. از قدیم الایام تاجیکان سمبوسه را همچون نوی اساسی خوراک پخته آماده می‌کردند. در بین سمبوسه‌ها از همه زیباترینش سمبوسه ورقی است که خمیرش از دیگر نمادی سمبوسه‌ها کمی فرق می‌کند. ما در فصل بهار از هر گونه علف‌ها سمبوسه با علف تیار می‌کنیم و بسیار فایده‌ناک است. باز در فصل بهار شیر برنج تیار میکنیم که با روغن خودم و از ما گاو تیار شدگی مسکه در بالاش آرام میتیم، بسیار هم با مزه است. باز در فصل بهار ارزوق میکنیم، هر نمود طعمای ملی میپزیم، آش توپه، هر گونه طعمای ملی تیار میکنیم. با زنای دهر جمع آمد کرده میشینیم در یک جا. انکشاف هنرهای معماری، کلالگری، میسگری، زرگری و کشیده‌دوزی به رشد نقاشی نیز مساعدت کرده است. نمونه‌های نادر هنر کلالگری هنرمندان شهر نورد اینجا جمع‌آوری شده است. آن سیاحانی که به این شهر می‌آیند از این مکان زیبا حتما دیدن می‌کنند. بروز نیت های نیک برای عملی گردیدن تمام نقشه های آبادگرانه مردم، ساکنان مهنت دوست شهر نورک و افتخار جشن نوروز باستانی تبری گفته، به خاندان هر یکی آنها بخت و سعادت، خیر و برکت و به وطن عزیزمان تاجیکستان صلح و ثبات، وحدت ملی جاویدانه و دستاوردهای بزرگ را آرزومندیم. نوروز مبارک باد.